Ginger told me the whole story. Yeah, that must be terrible, right? One minute you're on top of the world, the next. خیلی باید دردناک باشه، مگه نه؟ یه روز رو قله دنیا وایسی و یه روز دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشته باشی. برای آشنایی با این فراز و فرود زندگی با کیت بلانشت همراه میشیم در فیلم بلو جزمین. سلام به دوستان کافه سی، من قاعدتاً علیم و میخوام توی این برنامه از دکوپاژ برم سراغ یکی از بهترین شخصیت‌های ساخته شده توسط وودی آلن بزرگ. واسه حمایت از برنامه کانال کافه سی رو سابسکرایب کنید و از لایک کردن ویدیو غافل نشین. وودی آلن از اون کارگردان هست که روح خودش رو معمولاً یه شخصیت‌های اصلیش میدمه. شخصیت جزمین با بازی کیت بلانشت هم از اون شخصیت هست که رد پاهای خود وودی آلن توش دیده میشه. انقدر هم خوب کار شده که واسه بلانشت یه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن هم به همراه داشته. And the Oscar goes to Kate Blanchett. فیلم با یه روایت غیر خطی سراغ قصه میره و کلی فلشبک به یه زمان خاص از گذشته داره. من برای اینکه هی به گذشته رفت و آمد نکنم، میخوام به صورت خطی براتون از شخصیت صحبت کنم. جنت که حالا با اسم جزمین خودش رو معرفی میکنه، توی بچگی به سرپرستی گرفته میشه و یه خواهر هم داره که اونم به سرپرستی گرفته شده بود و نسبت خونی باهاش نداره. جزمین حالا با یه مردی زندگی میکنه که خیلی پول داره و کلی رفاه براش فراهم کرد، در حالی که خواهرش زندگی خیلی معمولی داره. به همین خاطر هم جزمین خیلی مایل نبوده با خانواده خواهرش در ارتباط باشه. شوهر جزمین بعد از اینکه چند بار بهش خیانت میکنه، توسط FBI دستگیر میشه به جرم کلاهبرداری و به قول خودمون همون فساد مالی. حالا کی به FBI خبر داده؟ خب معلومه، خانم جزمین، اونم به خاطر عصبانیتش از خیانت‌های شوهر که خب مشخصه عاقبت خوبی هم نداشته و تمام دارایی‌هاش توسط دولت توقیف میشه. This is different. This is serious. Lisette and I are in love. What? Are you crazy? تا اینجا واسه‌تون از فلشبک ها گفتم. توی خط اصلی داستان جزمین که تمام اموالش رو از دست داده و شوهرش هم توی زندان خودکشی کرده، ناچارم میاد پیش خواهرش، کسی که با گرفتن پولهاش و تعقیب کردنش به سرمایه گذاری پیش شوهر مرحومش هم تمام پسندازشون رو برباد داد، هم باعث جدایی از شوهرش شد. از همون اول مشخصه که جزمین به مانند اسم فیلم غمگینه و کلی حسرت گذشته رو میخوره. گذشته‌ای که خیلی بهش خوش گذشته بود، انگار زندگی ایدئالش بود. وقتایی هم که دیوونوار با خودش حرف میزنه، صحبتهای گذشته رو تکرار میکنه و حتی این صحبتها رو گاهی برای بقیه هم بازگو میکنه که همین مسئله افتتاحیه بامزه رو واسه فیلم فراهم آورده. چهره بلانشت به طور کلی یه سردی و بی‌حسی خاصی داره و همین باعث شده تا خوب از پس یه شخصیت افسرده و گاهی بیقرار بر بیاد. این افسردگی به اندازه حاده که یه جایی از فیلم به خواهرزاده‌هاش حرف‌های خیلی تلخی از زندگی خودش میزنه. But a cheat is a cheat. And when he had other women, I just flipped out. You know, one thing led to another. حالا که جزمین اومده پیش خواهرش، درست نمیدونه که میخواد با آیندهش چیکار کنه و فانتزی های هم که واسه شغل آیندهش میسازه، نهایتاً آخر و عاقبت خوبی پیدا نمیکنن.
شخصیت جزمین نمیخواد قبول کنه روزهای خوش گذشته تموم شدن و باید دست از عادتهای زمان پولداری بکشه و در مورد آدمها قضاوت بهتری داشته باشه. یه جورایی شخصیتیه که از گذشتش درس نمیگیره و البته فشارهای عصبی شاید حتی اجازه این کار رو بهش ندن. وقتی هم که با یه مرد پولدار به اسم دوایت آشنا میشه و رابطه رو با پنهان کردن گذشتش پیش میبره، تا مدتی هم خوشحاله، اما نهایتاً شوهر سابق خواهرش به نوعی پتش رو میریزه رو آب و باعث میشه همون خوشحالی کوتاه مدت جزمین هم برباد بره و دوباره برگرده به حالت غمگین قبلش. The biggest mistake I made was leaving college in my last year and not completing my education. What would you be? An anthropologist. Really? Like digging up old fossils? That's an archaeologist. قصه پرفراز و نشیب جزمین پر از درس زندگی و روابط اجتماعیه. درسته که گاهی تلخه، اما تلخی تاوانیه که باید برای واقعیت پرداخت. چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت زین و گهی زین به پشت. I saw you, Erica. You okay? ممنون که همراه من و شخصیت جزمین بودین. اگه نظری در مورد ویدیو و شخصیت دارین حتما برام کامنت کنین. برای رفع خستگی خودم هم قطعا لایک و سابسکرایب رو تجویز میکنم. فیلم خوب ببینین و سر حال باشین تا دکوپاژ بعدی. Yes, I tell you. He's getting married.